نوار 23 از ترجمه فارسی قرآن کریم را به نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می کنم. در دنباله سوره الزاریات چنین می خوانیم: و روزی شما با همه وعده ها که به شما دادند در آسمان است، پس به خدای آسمان و زمین قسم که این وعده رزق مقدر به مانند تکلمی که با یکدیگر می‌کنید حق و حقیقت است. ای رسول ما، آیا حکایت میهمانان گرامی ابراهیم و فرشتگان به تو رسیده است؟ هنگامی که آنها بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب سلام گفت و فرمود که شما مردمی ناشناس می‌باشید، آنگاه نزد اهل بیت خود رفت و کباب گوساله فربهی نزد میهمانان آورد، غذا را نزد آنها گذارد. غذا تناول نکردند. ابراهیم گفت شما غذا تناول نمی کنید؟ آنگاه سخت از آنها بیم و اندیشه کرد. آن فرشتگان که ابراهیم را هراسان یافتند بدو گفتند هیچ مترس، و او را به پسری دانا یعنی اسحاق بشارت دادند. در آن حال زن ابراهیم ساره با فریاد شادمانی روی به آنها آورد و از شوق سیلی به صورت زد و گفت من زنی پیر و نازا هستم. فرشتگان گفتند خدای تو چنین فرموده که او به مصالح خلق آگاه و به حال بندگان داناست. ابراهیم گفت ای رسولان حق، بازگویید که شما برای چه کار مأمورید؟ آنان گفتند ما بر هلاک قوم بدکاری فرستاده شده ایم، یعنی قوم لوط، تا آنها و دیارشان را سنگ باران کنیم که آن سنگ ها نزد پروردگار معین و نشاندار برای ستمکاران است. و از اهل ایمان هر که بود از آن دیار خارج کردیم، لکن در همه آن دیار جز یک خانه لوط مسلم خدا پرست نیافتیم، و در آن دیار برای آنان که از عذاب علیم می‌ترسند آیت عبرتی واگذاردیم. و نیز در رسالت موسی آیت عبرت است که با معجزه حجت روشن به سوی فرعونیانش فرستادیم و فرعون به غرور ملک و قدرت سر از طاعت حق کشید و گفت که موسی ساحر یا دیوان است. ما هم او را با همه سپاهش به قهر گرفتیم و به دریا انداختیم که در خور هر نکوهش و ملامت بود. و نیز در قوم عاد که بر هلاکشان تند باد خزان فرستادیم عبرت خلق است، که آن باد هلاک به چیزی نمی گذشت جز آنکه او را مانند استخوان پوسیده می گردانید. و هم در قوم ثمود بر خلق عبرتی است که به آنان گفته شد اینک گرم تعیش و تمتع حیوانی باشید تا هنگام معین. آنها هم از فرمان خدای خود سر کشیدند، پس آنها را صاعقه آتش در گرفت و هلاک خیش را به چشم مشاهده کردند، در حالی که نه هیچ توانایی برخاستن و گریختن داشتند و نه هیچ یار و مددکاری یافتند. و پیش از این قوم هم قوم نوح مردمی فاسق و نابکار بودند و کاخ آسمان را ما به قدرت خود برافراشتیم و ما این که بر هر کار عالم مقتدریم، و زمین را بگستردیم و چه نیکو بگستردیم، و از هر چیزی دو نوع بیافریدیم تا مگر متذکر حکمت خدا شوید. باری ای بندگان خدا به درگاه خدا گریزید که من از جانب او با بیانی روشن شما را می ترسانم، و هرگز بجز خدای یکتا خدایی نپرستید که من از قهر او با بیان روشن شما را می ترسانم. همچنان که تو را ای رسول تکذیب کردند، هیچ رسولی بر امم پیشین نیامد جز آنکه او را تکذیب کرده و گفتند او ساحر یا دیوانه است. آیا بر این تکذیب مردم به یکدیگر سفارش کرده اند یا اینکه این مردم گروهی سرکش و نافرمانند؟ تو هم ای رسول ما از این مردم کافر روی بگردان که دیگر هیچ در خور نکوهش و ملامت نیستی، و امت را تذکر و پند که پند و تذکر
اگر کافران را نفع ندهد مؤمنان را سودمند افتد. و ما خلق جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا به یکتایی پرستش کنند و ما از خلقشان رزق و طعام و هیچ گونه سودی بر خود نخواستیم. همانا روزی بخشنده خلق تنها خداست که صاحب قوت و اقتدار ابدی است. پس این ستمکاران را هم گناهی و کیفری مانند اصحاب و امثالشان از امم پیشین خواهد بود، باری عجله نکنم. آنگاه که زمان کیفر فرا رسید، وای بر آنان که کافر شدند و از آن روز سختی که رسولان به آنها وعده می دهند. در اینجا سوره الزاریات که شامل 60 آیه بود به پایان رسید. می رسیم به سوره طور که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 49 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به طور سینا، قسم به کتاب مستور قرآن، در صحیفه گشوده فرقان که خدا بر رسولش محمد مصطفی فرستاد، قسم به بیت المعمور که خدا به ذکر و طواف بندگان و یا به تسبیح فرشتگان معمور گردانید، قسم به طاق بلند آسمان، قسم به دریای آتش فروزان، قسم به این امور که البته عذاب خدا بر کافران واقع خواهد شد و هیچ کس دافع آن نخواهد بود. روزی که آسمان سخت جنبش کند و کوه‌ها تند به گردش آید، در آن روز سخت وای بر آنان که وعده حق را تکذیب کردند، آنان که به بازیچه دنیا فرو شدند. آن روز آنها را سخت به آتش دوزخ درافکنند و به آنها خطاب کنند که این همان آتشی است که تکذیب آن کردید. آیا این آتش دوزخ هم به نظرتان سحر است یا آنکه هنوز چشم بصیرت باز نمی کنید؟ باری به دوزخ شوید که صبر و بی صبری به حالتان یکسان است و بس آنچه در دنیا کردید امروز همان را جزا یابید. متقیان هم امروز در باغهای بهشت پر نعمتند. آنان به نعمتی که خدا نصیبشان فرموده دلشادند و خدا از عذاب دوزخ محفوظشان داشته است و خطاب شود که از هر نعمت خواهید بخورید و بیاشامید، شما را گوارا باد پاداش اعمال نیکی که در دنیا انجام دادید، در حالی که نزدیک هم بر تخت عزت تکیه زدند و ما حورالعین را هم جفت آنان گردانیده ایم. آنان که به خدا ایمان آوردند و فرزندانشان هم در ایمان پیروانشان شدند، ما آن فرزندان را به آنها برسانیم و از پاداش عمل فرزندان هیچ نکاهیم، که هر نفسی در گروی عملی است که بر خود اندوخته است. و بر آن بهشتیان از هر نوع میوه و گوشت‌های لذیذ که مایل باشند فراوان بیفزاییم. آنها در بهشت جام شراب گوارا را چنان سریع از دست هم بگیرند که گویی منازعه می کنند، در صورتی که آنجا کار لغو و باطل، نزاع و خلاف و بزهکاری به هیچ وجه نیست و پسرانی مانند لؤلؤ مکنون گردشان بر انجام خدمت می گردند. و در بهشت آنها با هم به صحبت رو کرده و از سرگذشت یکدیگر پرسش کنند و با هم گویند ما از پیش در دنیا میان اهل و قبیله خود خدا ترس بودیم، خدا هم بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت، زیرا ما خدا را به حقیقت پرستش کردیم که او خود بر بندگانش بسیار نیک خواه و مهربان است. ای رسول ما، خلق را متذکر خدا ساز که در تو به نعمت وحی و رسالت پروردگارت جنون نیست. یا که گویند محمد شاعر ماهری است و ما حادثه مرگ او را انتظار داریم تا به مرگ از دعوی نبوتش آسوده شویم. ای رسول، بگو شما به انتظار مرگ من باشید که من هم از منتظران مرگ و هلاک شما هستم. آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این وامی دارد که تکذیب تو کنند، یا که خود قومی سرکش و نافرمانند، یا که میگویند او قرآن را از پیش خود فرا بافته است؟ چنین نیست، بلکه آنها
لایق ایمان نیستند که ایمان نمی آرند. پس اگر راست می گویند آنها هم کلامی مانند قرآن بیاورند. آیا این خلق بدون خالق از نیستی صرف به وجود آمده؟ یا خیشتن را خود خلق کرده است؟ یا آنکه آسمان ها و زمین را این مردم آفریدند؟ آیا گنج های رحمت پروردگار نزد آنهاست؟ یا هیچ قدرت و سلطنتی دارند؟ یا نردبامی دارند که به آسمان برشوند و سخن وحی فرشتگان بشنوند؟ اگر چنین است آنچه به وحی شنیدند با حجت روشن بیاورند. آیا خدا را دختران و شما را پسران خواهد بود؟ آیا تو ای رسول از آنها اجر رسالت خواهی که زیر بار سنگین غرامت بمانند؟ آیا علم غیب با آنهاست تا از عالم خبری نگارند؟ یا که می‌خواهند با تو مکر و تزویری اندیشند که کافران خود به مکر گرفتارند؟ یا آنکه برای آنها خدایی جز خدای یکتا هست که خدا از هرچه شرک و شریک گیرند پاک و منزه است؟ این کافران هم اگر سقوط قطعی از آسمان را به چشم ببینند باز خواهند گفت این پار ابری متراکم است. ای رسول ما، اینان را به جهل خود رها کن تا به روز سختشان که آن روز یک سر هلاک می شوند عاقبت برسند، آن روزی که مکر و تدبیرشان هیچ به کارشان نیاید و هیچ کس یاریشان نکند. و برای ستمکاران عالم در دنیا عذابی پیش از آن خواهد بود، لکن اکثرشان نمی دانند. باری ای رسول، بر حکم خدا صبر کن که تو منظور نظر مایی، و چون برخیزی به نماز یا هر کاری به ستایش خدای خود تسبیح گو، و از شبانگاه هم پاره‌ای به تسبیح خدا پرداز، و هنگام فرو رفتن ستارگان هم به نماز صبح تسبیح خدا گو. در اینجا سوره تور نیز که شامل 48 آیه بود به پایان رسید. می رسیم به سوره نجم که این سوره در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 62 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به ستاره ثریای نبوت چون فرود آید که صاحب شما محمد مصطفی هیچگاه در ضلالت و گمراهی نبوده است و هرگز به هوای نفس سخن نمی گوید. سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست. او را جبرئیل همان فرشته بسیار توانا علم آموخته است، همان ملک مقتدری که به خلقت کامل بر رسول جلوه کرد و آن رسول در افق اعلای کمال بود. آنگاه نزدیک آمد و بر او به وحی حق نازل گردید، بدان نزدیکی که با او به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد. پس خدا به بنده خود وحی فرمود آنچه را که هیچ کس درک آن نتواند کرد. آنچه دید دلش حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت. آیا کافران بر آنچه رسول در شب معراج به چشم مشاهده کرد انکار می کنند؟ و یک بار دیگر هم او را، یعنی جبرئیل را، رسول مشاهده کرد در نزد مقام سدرت المنتها. بهشتی که مسکن متقیان است در همان جایگاه سدرت است، چون سدرت می پوشاند آنچرا که احدی از آن آگه نیست. چشم محمد از حقایق انعام آنچرا باید بنگرد بی هیچ کم و بیش مشاهده کرد. آنجا از بزرگتر آیات حیرت انگیز پروردگار را به حقیقت دید. ای مشرکان، آیا دو بت بزرگ لات و عزای خود را دیدید بی اثر است؟ و منات سومین بت دیگرتان را دانستید جمادی بی نفع و ضرر است؟ آیا شما را فرزند پسر و خدا را دختر است؟ اگر چنین بودی باز هم تقسیمی نادرست بودی. ای مشرکان، این بت‌ها جز نام‌هایی که شما و پدرانتان بر آنها نهاده اید چیز دیگری نیست و خدا هیچ دلیلی بر معبودیت آنها نازل نفرموده و مشرکان چیزی غیر گمان باطل و هوای نفس فاسد خود را در بت پرستی پیروی نمی کنند. از جانب خدایشان هدایت برای آنها آمد. آیا برای آدمی هرچه آرزو کند حاصل می شود؟ هرگز نمی شود، در صورتی که دنیا و آخرت همه ملک خداست.
آنان که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را نام دختران خدا نهادند و حالان که هیچ علم به آن ندارند و جز در پی گمان و پندار نمی روند و زن و گمان هم در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد. تو هم ای رسول از هر کس که از یاد ما روی گردانید و جز زندگانی دنیا را نخواست به کلی اعراض کن، منتهای علم و فهم این مردم تا همین حد است. خدا به حال آنکه از راه حق گمراه شد و آنکه هدایت یافت کاملا آگاه است و آنچه در آسمان ها و زمین است همه ملک خداست که بدکاران را به کیفر می رساند و نیکوکاران را پاداش نیکوتر عطا می کند. آنان که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری کنند. ای رسول، دیدی آن کس را که از جنگ احد روی بگردانید و اندک صدقه‌ای داد و سپس به کلی قطع کرد تا که آگه نشد به آنچه راجب به مجازات در تورات موسی آمده است و هم در صحف ابراهیم خلیل وفادار که هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت و نمی دانید این که برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده ثواب و جزایی نخواهد بود و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید، سپس در آخرت به پاداش کاملتری خواهد رسید و کار خلق عالم به سوی خدا منتهی می شود و هم او بندگان را شاد و خندان سازد و غمین و گریان گرداند و هم او خلق را بمیراند و باز زنده فرماید و او خلق را برای انس با هم جفت نر و ماده آفریده است، از نطفه ای آفریده که از مردان به رحم زنان می ریزد و هم او ایجاد نشئه آخرت خواهد کرد و هم او بندگان را بی نیاز کند و سرمایه بخشد و هم او آفریننده ستاره شعر است و هم او قوم عاد را در اول هلاک ساخت و قوم ثمود را هیچ باقی نگذاشت و پیش از اینان قوم نوح را که ظالم و سرکشتر بودند هلاک گردانید و او قوم لوط را به کیفر بدکاری شهرهایشان واژگون ساخت تا آنکه برای آنها عذابی بسیار سخت احاطه کرد. پس ای بشر، به کدام از نعمتهای پروردگارت جدال و انکار خواهی کرد؟ این رسول هم مانند رسولان پیشین ترساننده خلق از قهر خداست. روز قیامت بسیار نزدیک شده است. هیچ کس غیر خدا آن روز را نمیتواند آشکار سازد. آیا از این سخن کافران تعجب میکنند و به فسوس و مسخره بر آن میخندند و به روزگار سخت خود نمینگرند؟ وای بشر نادان، شما سخت غافلید. از این خواب غفلت برخیزید، بعد از این به سجده و عبادت خدا پردازید. در اینجا سوره نجم نیست که شامل 62 آیه بود به پایان رسید. می رسیم به سوره قمر که این سوره در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 55 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. آن ساعت قیامت نزدیک آمد و ماه آسمان شکافته شد. این آیه راجب به شق القمر است که کفار از رسول اکرم درخواست کردند. و اگر کافران بزرگ آیت و معجزی ببینند باز اعراض کرده و گویند که این سحری کامل است و آنها تکذیب کرده و پیرو هوای نفس باطل شدند و هر امری را عاقبت مقری خواهد بود. و در آیات قرآن اخبار کیفر کفر پیشینیان که مایه عبرت و انزجار از معصیت است کاملا به مردم رسید. قرآن حکمت بالغه خداست و از این پس اندرز و پند سودی نخواهد داشت. پس ای رسول، روی از کافران بگردان تا روزی که ندا کننده ای خلق را به عالمی حیرت آور و قیامتی هولنگیز دعوت کند که از حول آن کافران بخاری چشم برهم نهند، سر از قبرها برآورده مانند ملخ به عرصه محشر منتشر شوند، در آن حال منادی محشر را به سرعت اجابت کنند و کافران با هم گویند این روز همان روز سخت است
که ما انکار آن می کردیم. پیش از اینان هم قوم نوح بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند مردی دیوانه است و زجر و ستم بسیار از دست آنها کشید، تا آنکه به درگاه خدا دعا کرد که بار الها من سخت مغلوب قومم شده ام، تو مرا یاری فرما. ما هم درهای آسمان را گشودیم و سیلابی از آسمان فرو ریختیم و در زمین چشمه ها جاری ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم به طوفانی که مقدر و حتمی بود اجتماع یافت و نوح را در کشتی محکم اساس برنشاندیم که آن کشتی با نظر و حفظ و عنایت ما روان گردد تا کافران به آن طوفان بلا مجازات شوند و آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت خلق شود. آیا کیست که از آن پند گیرد؟ پس ای بدکاران عالم، بنگرید سختی تنبیه و عذاب ما چگونه بود، و ما قرآن را برای وعظ و اندرز به فهم آسان کردیم، آیا کیست که از آن پند گیرد؟ قوم عاد نیز پیغمبرشان هود را تکذیب کردند، پس باز بنگرند عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود. ما بر هلاک آنها تندبادی در روز پایدار نحسی فرستادیم که آن باد مردم را از جا بر می کند، چنان که ساق درخت خرما از ریشه افکند. پس باز بنگرید عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود. و ما قرآن را برای وعظ و اندرز برای فهم آسان کردیم، آیا کیست که از آن پند گیرد؟ قوم ثمود هم آیات و رسول حق را تکذیب کردند و گفتند آیا سزد که ما یک بشری از جنس خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت به گمراهی و ضلالتی سخت در افتاده ایم. ای عجب، آیا بین ما افراد بشر تنها بر او وحی رسید؟ چنین نیست، بلکه او مرد دروغگوی بیباکی است. این منکران به زودی فردای قیامت کاملا معلومشان شود که دروغگوی بیباک کیست. ما برای امتحان آنها ناقه صالح را به درخواست آنها از سنگ بیرون فرستادیم و صالح را گفتیم مراقب حالشان باش و بر آزارشان صبر پیش گیر و به آنها خبر ده که آب چشمه بین شما و ناقه تقسیم شده که یک روز سهم ناقه و روزی برای شماست. آن قوم ظالم صاحب و رئیس خود را خواندند تا مجهز شد و ناقه را پی کرد. پس باز بنگرید که عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود. ما بر هلاک آنها یک عذاب آسمانی فرستادیم و همه مانند گیاه خشک شدند. و ما قرآن را برای وعظ و اندرز برای فهم آسان کردیم، آیا کیست که از آن پند گیرد؟ قوم لوط نیز کتاب و رسول حق را تکذیب کردند. ما هم جز خانواده لوط همه آنان را به سنگ باران هلاک نابود کردیم. نجات اهل بیت لوط هم به نعمت و لطف ما بود، ولی ما چنین شکر گزاران را پاداش می دهیم. لوط آن قوم را از قهر و مؤاخذه ما ترسانید، باز آنها در آیات ما شک و انکار کردند. و قوم از او مهمانانش را که فرشتگانی زیبا بودند بر سوء قصد طلبیدند. ما هم چشم آنها را بی نور و نابینا کردیم و گفتیم که اینک عذاب قهر و انتقام ما را بچشید. و شبی به صبحگاه رسید که مرگ آمد و به عذاب دوزخ گرفتار شدند و گفتیم اینک عذاب قهر و انتقام ما را به جرم بدکاری هایتان بچشید. و ما قرآن را برای وعظ و اندرز به فهم آسان کردیم، آیا کیست که از آن پند گیرد؟ و بر ارشاد فرعونیان هم رسول و آیات الهی آمد. آنها از کفر و غرور همه آیات ما را تکذیب کردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه کردیم. آیا کفار شما بهتر و قوی تر از آن امم گذشته اند، یا شما را براءت در کتب آسمانی از عذاب خدا هست؟ آیا آنان که میگویند چون ما با هم مجتمعیم البته منصوریم، نمیدانند که به زودی آن جماعت شکست خورده و به جنگ پشت خواهند کرد؟ ساعت قیامت وعدگاه آنهاست و آن روز بسیار سخت‌تر از روز بدر است. البته بدکاران عالم در دنیا به گمراهی و در آخرت در آتش دوزخند. روزی آنها را به رو در آتش دوزخ کشند و گویند اینک جهنم را بچشید. ما هرچه آفریدیم به اندازه آفریدیم و فرمان ما در عالم یکی است. در سرعت
به مانند چشم به هم زدنی انجام یابد و ما بسیار از پیشینیان امثال شما کافران را هلاک کردیم، آیا کیست که از آن پند و عبرت گیرد؟ و هر عملی کردند در کتب نامه اعمالشان ثبت شد و هر امر کوچک و بزرگ آنجا نگاشته است. محققا اهل تقوا در باغ‌ها و کنار نهرهای بهشت ابد منزل گزینند، در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند عزت و سلطنت جاودانی دارند. در اینجا سوره قمر نیز به پایان رسید. می رسیم به سوره الرحمن که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 77 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. خدای مهربان به رسولش محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را آموخت و انسان را خلق کرد و به او تعلیم نطق و بیان فرمود و ما به حکم نافذ و جاذبه شوق او به حساب معین به گردش است و خورشید و ماه با حساب معین با هم به گردشند و گیاه و درختان هم به سجده او سر به خاک اطاعت نهاده اند. آسمان را او کاخی رفی گردانید و میزان عدل و نظم را در عالم وضع کرد و حکم کرد که ای بندگان، هرگز در میزان عدل و احکام شرع من تعدی و نافرمانی نکنید و هر چیز را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان کم فروشی و نادرستی مکنید و زمین را با هزاران منفعت برای زندگانی مقرر فرمود، برای زندگانی خلق، که در آن میوه‌های گوناگون و نخل خرمای با پوشش است و حبوبات متنوع که دارای برگ و گل و ریاحین هستند. ای جن و انس، کدامین نعمتهای خدایتان را اکنون انکار می کنید؟ انسان را خدا از سلسال خشک گلی مانند گل کوزگران بدین زیبایی آفرید و جنیان را از رخشند شعله آتش خلق کرد. آن خدایی که آفریننده دو مشرق و مغرب است، اوست که دو دریای آب شور و گوارا را به هم درآمیخت و میان آن دو دریا فاصله ایست که تجاوز به حدود یکدیگر نمی کنند. ای جن و انس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون آید و او راست کشتیهای بزرگ مانند کوه که به دریا در گردشند. هر که روی زمین است دست خوش مرگ و فناست و زنده ابدی ذات خدای منعم با جلال و عظمت است. حال جن و انس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ هر که در آسمانها و زمین است همه از او حوائج خود را می طلبد. ای گروه جن و انس، اگر می توانید در اطراف زمین و آسمانها برشوید، اما این خیال محالی است. هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد. خدا بر سر شما شراره های آتش و مس گداخته فرو دارد تا هیچ نصرت و نجاتی نیابید. آنگاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن روان گردد، آن روز از گناه خود پشیمان شوید. بدکاران در آن روز به سیمایشان شناخته شوند. ای جن آنس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ آن روز گفته شود این همان دوزخی است که بدکاران تکذیب آن می کردند. اینک کافران میان آن جهنم و در حمیم سوزان آن می گردند. اما هر که از مقام قهر و کبریایی خدا بترسد، او را دو باغ بهشت خواهد بود، بهشتی در دنیا و بهشتی در آخرت. در آن دو بهشت انواع گوناگون میوه ها و نعمت هاست. در آن دو بهشت دو چشمه آب روان است و در آن بهشتیان بر بسترهایی که حریر و استبرق آستر آنهاست تکیه زدند و میوه درختانشان در همان تکیگاه در دسترس آنهاست. الهی جن و انس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ در آن بهشتها زنان زیبای با حیایی است و دست هیچ کسی پیش از آنها بدان زنان نرسیده است.
آن زنان حوری گویی یاقوت و مرجانند. الا ای جن انس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ آیا پاداش نیکویی و احسان جز آن که نیکویی و احسان است؟ دون آن دو بهشت خدا ترسان را دو بهشت دیگر است که درختان آن دو بهشت در منتهای سبزی و خرمی است. الا ای جن انس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ در آن دو بهشت دیگر هم دو چشمه آب گوارا می جوشند. در آن دو بهشت نیز هر گونه میوه خوش و خرما و انار بسیار است و در آن بهشتان نیکو زنان با حسن و جمال بسیارند، حورانی که در سراپرده های خود مستورند. ای جن انس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ آن زنان که پیش از شوهران دست هیچ کس بدانها نرسیده است، در حالی که بهشتیان ما بساط زیبای خود را پراکندند و بر آن تکیه زدند. ای جن انس، کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟ بزرگوار و مبارک نام پروردگار توست که خداوند جلال و عزت و احسان و کرامت است. در اینجا سوره الرحمن که شامل 78 آیه بود به پایان می رسد. به امید پروردگار بزرگ می رسیم به سوره واقعه که در مکه معظمه نازل شده و این سوره مشتمل بر 96 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. هنگامی که آن واقعه بزرگ قیامت واقع گردد که در وقوعش هیچ کذب و جای شک نیست، آن روز قومی را به دوزخ خار و ذلیل کند و طایفه ای را به جنت سربلند و رفیع گرداند. آنگاه که زمین سخت به حرکت و لرزه درآید و کوههای سخت متلاشی شود و مانند ذرات گرد در هوا پراکنده گردد و شما خلایق بر سه دسته مختلف شوید، گروهی راستان اصحاب یمین باشند که چقدر حالشان نیکوست و گروهی ناراستان اصحاب شومی و شقاوتند که چقدر روزگارشان سخت است. و طایفه سوم، آنان که در ایمان بر همه پیشی گرفتند. آنان به حقیقت مقربان درگاهند. آنان در بهشت پرنعمت جاودانی متنعمند. آنها جمعی بسیار از امم پیشینیانند و عده قلیلی از متأخران. آنان در بهشت بر سریرهای مرصع تکیه زنند. همه شادان با یاران و دوستان روبروی یکدیگر بر آن سریرها می نشینند و خدمتکارانی که حسن و جوانیشان ابدیست گرد آنها به خدمت مشغولند، با کوزه ها و مشربه ها و جام های پر از شراب ناب. نه هرگز هرچه نوشند درد سری یابند و نه مستی عقل و رنج خمار کشند و میوه خوش برگزینند و گوشت مرغان از هر غذا که مایل باشند و زنان سیاه چشم زیبا برای آنها مهیاست. این نعمتهای الهی پاداش اعمال آن بهشتیان است. نه آنجا هیچ حرفی لغو و بیهوده شنوند و نه به یکدیگر گناهی بربندند، هیچ جز سلام و تحیت و احترام هم نگویند و نشنوند. اما راستان و اصحاب یمین چه خوش روزگارند. در سایه بلند درختان و در طرف نهر آبهای زلال و میوه‌های بسیار که هیچ وقت منقطع نشود و هیچ کس بهشتیان را از آن میوه ها منع نکند. یا زنان زیبا که آنها را ما در کمال حسن و زیبایی بیافریده ایم و شوهر دوست و جوان همسالان هم. این نعمتهای بهشتی مخصوص اصحاب یمین است که جمعی از پیشینیان و جمعی از امت رسول آخرالزمان هستند و اصحاب شقاوت که نامه اعمالشان به دست چپ است. آنها در عذاب باد سموم و آب گرم باشند و سایه ای از دود آتش دوزخ که نه هرگز سرد شود و نه خوش نسیم گردد
این عذاب آنها را بدین سبب است که پیش از این در دنیا به ناز و نعمت پرداختند و از خدا غافل شدند و بر گناه بزرگ شرک و عناد لجاجت و اصرار داشتند و می گفتند آیا ما چون مردیم و استخوان ما خاک شد باز هم ما زنده می شویم یا پدران گذشته ما زنده خواهند شد. ای رسول بگو البته تمام خلق اولین و آخرین زنده می شوند و همه در وعدگاه روز معین محشر جمع می گردند. آنگاه شما ای گمراهان منکر قیامت از درخت تلخ دوزخ البته خواهید خورد و شکم را از آن پر می سازید. آنگاه همه از آب گرم جهنم می آشامید، بدان سان از آتش آن آب را می نوشید که شتران تشنه آب می آشامند. این طعام و شراب کافران در روز جزاست. ما شما را بدین خلقت زیبا بیافریدیم، پس چرا آفریننده را تصدیق نمی کنید؟ آیا ندیدید که نخست شما نطفه‌ای بودید؟ آیا شما خود آن نطفه بی جان را به صورت فرزند انسان آفریدید یا ما آفریدیم؟ ما مرگ را بر همه خلق به اختلاف سن مقدر ساختیم و هیچ کس بر قدرت ما سبق نتواند برد. اگر بخواهیم شما را هم فانی کرده و خلقی دیگر مثل شما بیافرینیم و شما را به صورتی در جهانی دیگر که اکنون از آن بیخبرید برمیانگیزیم. شما از آغاز خود آگاه شدید، پس چرا متذکر عالم آخرت نمی شوید؟ آیا ندیدید تخمی را که در زمین کشتید؟ آیا شما از خاک آن تخم را رویانیدید یا ما رویانیدیم؟ اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه می سازیم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده پردازید و گویید ما سخت در زیان و غرامت افتادیم و از روزی خود به کلی محروم گردیدیم، آیا آبی را که شما هر روز می نوشید متوجه اید؟ که آیا شما آن آب را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟ حال اگر می‌خواستیم آن آب را به جای آن که خوش و گوارا کرده ایم شور و تلخ می‌گرداندیم، آیا شکر گذاری نمی‌کنید؟ آیا آتشی که برای حوائج خود روشن می‌کنید می‌نگرید؟ آیا شما درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟ ما آن آتش را خلق کردیم و مایه پند و عبرت مسافران کوه و بیابان عالم گردانیدیم که برای مایحتاج خود به کار می‌برند. پس ای رسول نام بزرگ خدای خود را تسبیح گو، سوگند به موقع نزول ستارگان یا آیات کریمه قرآن، و این قسم اگر بدانید بسیار سوگند بزرگی است که این قرآن بسیار کتابی بزرگوار و سودمند و گرامی است و در لوح محفوظ است که جز دست پاکان بدان نرسد. این کتاب بزرگ تنزیلی از پروردگار عالم است. ای کافران، آیا با این سخن باز انکار و نفاق می‌ورزید و به جای استفاده از قرآن تنها به تکذیب آن می‌پردازید؟ پس چگونه خواهد بود هنگامی که جانشان به گلو رسد و شما وقت مرگ بر بالین آن مرده حاضرید و می نگرید حالش را؟ و ما به او از شما نزدیکتریم چون شما معرفت و بصیرت ندارید. اگر کار به دست شما و طبیعت است و شما را آفریننده ای نیست، پس روح را دوباره به بدن مرده بازگردانید اگر راست می گویید. بدانید آن که نمیرد اگر از مقربان درگاه خداست، آنجا در آسایش و نعمت بهشت ابدی است. و اگر از اصحاب یمین است، وی را بشارت دهید که تو را ایمنی و سلامت است. و اما اگر از منکران و گمراهان است، نصیبش حمیم جهنم است و جایگاهش آتش دوزخ است. این وعده و وعید البته یقین و حق و حقیقت است. ای رسول، تو نام بزرگ خدای خود را تسبیح گوی و پیوسته به یاد خدا باش. در اینجا سوره واقعه که شامل 96 آیه بود به پایان رسید. می رسیم به سوره حدید که این سوره در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 29 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. هرچه در زمین و آسمان هاست همه به تسبیح و ستایش یکتا خدای مقتدر و حکیم مشغولند
آن خدایی که آسمان ها و زمین همه ملک اوست. او خلق را زنده می گرداند و باز می میراند و اوست که در عالم بر همه چیز تواناست. اول و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست. اوست خدایی که آسمان ها و زمین را در 6 روز بیافرید، آنگاه به تدبیر عرش و نظام جمعی عالم پرداخت و او هرچه در زمین فرو رود و هرچه براید و آنچه از آسمان نازل شود و آنچه بالا رود همه را می داند و هر کجا باشید او با شماست و به هرچه کنید به خوبی آگاه است. آسمان ها و زمین همه ملک اوست و رجوع تمام امور عالم به سوی اوست. شب را در پرده زرین روز نهان کند و روز را در خیمه سیاه شب پنهان سازد و به اسرار دلهای خلق او آگاه است. ای بندگان، به خدا و رسول او ایمان آرید و از آنچه شما را در آن وارث گذشتگان گردانید به راه خدا انفاق کنید که از شما هم به دیگران می رسد. پس بر آنان که از شما ایمان آورده و انفاق کردند پاداش بزرگ بهشت ابد خواهد بود. پس برای چه شما به خدا و رسول او ایمان نیاورید در صورتی که رسول حق شما را به آیات و معجزات به راه ایمان به پروردگارتان دعوت می کند و خدا هم در فطرت عقل از شما پیمان ایمان گرفته است اگر قابلیت ایمان دارید. اوست خدایی که بر بنده خود آیات قرآن روشن بیان را نازل کرد تا شما بندگان را از ظلمات جهل و عصیان بیرون آرد و به نور علم و ایمان رهبری کند و خدا بسیار در حق شما مشفق و مهربان است. و برای چه در راه خدا انفاق نکنید در صورتی که شما فانی شوید و وارث تمام اهل آسمان ها و زمین خداست؟ و آن مسلمانانی که پیش از فتح مکه در راه دین انفاق و جهاد کردند، آنها اجر و مقامشان بسیار عظیم تر از کسانی است که بعد از فتح انفاق و جهاد کردند. و خدا به هر چه کنید آگاه است. آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد، یعنی قرض الحسنه و احسان به فقیران کند تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و کرامت نامنتها به او عطا فرماید. ای رسول ما، یادار روزی را مردان و زنان مؤمن شعشعه نور ایمانشان پیش رو و سمت راست آنها بشتابد و مژده دهد که امروز شما را به بهشتی که نهرها زیر درختانش جاری است بشارت باد که در آن بهشت جاویدان خواهید بود و این همان سعادت و فیروزی بزرگ شماست. و باز آن روز مردان و زنان منافق به اهل ایمان گویند مشتابید و به ما فرصتی دهید تا ما هم از نور شما روشنایی برگیریم. منافقان ندا کنند که آخر ما هم با شما بودیم. آنها جواب دهند بلی راست میگویید، لکن شما خود را چنین به فتنه و هلاکت افکندید و در دنیا انتظار هلاکت مؤمنان را داشتید و در کار دین به شک و تردید مشغول بودید و آرزوهای دنیا فریبتان داد تا وقتی که امر خدا فرا رسید و شیطان فریبنده شما را تا دم مرگ از خدا غافل و مغرور گردانید. پس امروز بر نجات هیچ یک از شما منافقان و کافران فدیه و عوض نپذیرند. همه منزلگاهتان آتش دوزخ و آن آتش شما را سزاوارتر است و بسیار به بد منزلی باز می‌گردید. آیا نوبت آن نرسید که گرویدگان ظاهری دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد به دل توجه کنند و مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب آسمانی تورات آمد نباشند که دوره ای طولانی بر آنها گذشت و دلهاشان رنگ قساوت گرفت و بسیار فاسق و نابکار شدند؟ بدانید که زمین را خدا پس از مرگ زنده می گرداند. ما آیات و ادله قدرت خود را برای شما بیان کردیم تا مگر فکر و عقل بکار بندید. همانا مردان و زنانی که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند، یعنی به محتاجان قرض الحسنه دهند، خدا احسان آنها را چندین برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت نیز به آنها عطا کند. و آنان که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها به حقیقت راستگویان عالمند و برای ایشان نزد خدا اجر شهیدان است. پاداش اعمال و نور ایمانشان را در بهشت می‌یابند. و آنان که به خدا کافر شده و آیات الهی را تکذیب کردند، آنها اهل آتش دوزخند.
بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه ایست تفلانه و لهو و عیاشی و آرایش زنانه و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افسودن مال و فرزندان، این حقیقت کار دنیاست و در مثل مانند بارانی است که به موقع ببارد و گیاهی در پی آن از زمین بروید که برزگر یا کفار دنیا پرست را به شگفت دارد و سپس که بنگری زرد و خشک شود و بپوسد. در عالم آخرت دنیا طلبان را عذاب سخت جهنم و مؤمنان را آمرزش و خوشنودی حق نصیب است. و باری بدانید که دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست. به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید و به راه بهشتی که عرضش به قدر پهنای آسمان و زمین است و برای اهل ایمان به خدا و پیامبرانش مهیا گردیده. این فضل خداست که به هر کس خواهد عطا می کند و فضل و کرم او بسیار عظیم است. هر رنج و مصیبتی که در زمین از قحطی و آفت و فقر و ستم یا از نفس خیش به شما رسد، همه در کتاب لوح محفوظ پیش از آن که در دنیا ایجاد کنیم ثبت است و خلق آن بر خدا آسان است. این را بدانید تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به آنچه به شما رسد دلشاد نگردید و خدا دوستدار هیچ متکبر خودستایی نیست. همان متکبرانی که خودشان در احسان به فقیران بخل می‌ورزند و مردم را هم به بخل و منع احسان وامی دارند و هر که روی از طاعت حق بگردانید زیان به خود رسانیده که خدا به کلی از طاعت خلق بی‌نیاز و به ذات خیش ستوده صفات است. همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و بر ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند و آهن و پولاد و دیگر فلزات را که در آن هم سختی و کارزار و هم منافع بسیار برای مردم است نیز برای حفظ عدالت آفریدیم تا معلوم شود که خدا و رسولش را با ایمان قلبی چه یاری خواهد کرد، که خدا بسیار قوی و مقتدر و از یاری خلق بی نیاز است. و البته ما نوح و ابراهیم را برای خلق فرستادیم و در فرزندانشان نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم، پس آنها برخی به راه حق هدایت یافتند و بسیاری به فسق و بدکاری شتافتند و از پی نوح و ابراهیم باز رسولان دیگر و سپس عیسی مریم را فرستادیم و به او کتاب آسمانی انجیل را عطا کردیم و در دل پیروان او رأفت و مهربانی نهادیم. ما بر آنها جز آنکه رضا و خوشنودی خدا را طلبند در کتاب انجیل ننوشتیم و باز آنها چنان که باید و شاید همه مراعات آن را نکردند. ما هم به آنان که ایمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا کردیم و از آنها بسیاری به راه فسق و تبهکاری شتافتند. ای کسانی که به حق گرویدید، اینک خدا ترس و متقی شوید و به رسولش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیز ایمان آرید تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصیب گرداند، یکی بر ایمان رسولان پیشین و یکی بر ایمان به دین رسول، و نوری از پرتو ایمان به قرآن شما را عطا کند که بدان نور راه بهشت ابد را بپیمایید و از گناه شما نیز درگذرد، که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. تا اهل کتاب بدانند که آنها در رحمت و فضل خدا دستی ندارند و هر فضل و نعمتی به دست خداست که او به هر که خواهد میبخشد و خدا دارای فضل و رحمت بی پایان است. در اینجا سوره حدید که شامل 29 آیه بود به پایان رسید. میرسیم به سوره مجادله که در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 22 آیه میباشد. به نام خدای بخشنده مهربان، ای رسول ما، خدا سخن آن زن را که درباره شوهرش با تو به مجادله برخواسته و شکوه او به خدا میبرد محققا شنید و گفتگوهای شما را نیز میشنود، که خدا به سخنان بندگان البته شنوا و به احوالشان بیناست. آنان که به زنان خود اظهار کنند که تو برای من چون مادری، آنها مادران حقیقی شوهران نخواهند شد، بلکه مادر ایشان جز آن که آنها را زاییده نیست،
و این مردم به عادات زمان جاهلیت سخنی ناپسند و باطل میگویند و خدا را عفو و بخشش بسیار است. و آنان که به زنان خود اظهار کنند و آنها را به منزله مادر و محارم دیگر بخوانند، زمانی که از گفته خود برگشتند و پیش از تماس و مجامعت باید برده ای آزاد کنند و خدا به تمام کردار شما آگاه است. و هر که برده نیابد، باز باید پیش از جماع 2 ماه پی در پی روزه بگیرد و باز اگر نتواند باید 60 مسکین را طعام دهد. این کفاره برای آن است که شما به خدا و رسول ایمان کامل آرید و این احکام الهی است و برای کافران عذاب دردناک مهیاست. آنان که با خدا و رسول سخت مخالفت می کنند، آنها هم مانند کافران پیش در آتش عذاب افتند. و ما برای اتمام حجت مردم آیات روشن بیان نازل کردیم و کافران را عذاب ذلت و خاری مهیاست. به یاد آر روزی که خدا جمیع خلایق را برای حساب برانگیزد تا آنها را به نتیجه اعمالشان که او تمام را به شماره ضبط فرموده و آنها فراموش کردند آگاه سازد و خدا بر همه موجودات عالم گواه است. آیا ندیدی و ندانستی که آنچه در آسمان ها و زمین است خدا بر آن آگاه است؟ هیچ رازی سه کس با هم نگویند جز آن که خدا چهارم آنها، و نه 5 کس جز آن که او ششم آنها، و نه کمتر از آن و نه بیشتر جز آن که خدا هر کجا باشند با آنهاست، که خدا را احاطه بر جزئیات عالم است. پس روز قیامت همه را به نتیجه اعمالشان آگاه خواهد ساخت که خدا به کلیه امور عالم داناست. ای رسول ما، آیا آنان را که از نجوا گفتن با هم ممنوع شدن ندیدی که اعتنا به نهی خدا نکردند و باز هم با یکدیگر بر بزهکاری و دشمنی و مخالفت رسول راز گفتن از سر گرفتند؟ و هرگاه حضور تو آیند از مکر و حیله تو را سلام و تحیت گویند و پیش خود میگویند اگر این شخص رسول خداست، چرا خدا ما را بر این سلام تمسخرآمیز که به او میگوییم عذاب نمی کند؟ عذاب دوزخ آنها را کفایت است که در آنجا که بسیار بد منزلگاهی است پیوسته معذب خواهند شد. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما هرگاه با هم سخنی به راز گویید هرگز بر بزهکاری و دشمنی و مخالفت رسول نگویید، بلکه بر نیکویی و تقوا راز به میان آرید و از خدا که به سوی او محشور خواهید شد بترسید و پرهیزکار شوید. همیشه نجوا و راز گفتن از نفوس شریره شیطان و عمل منافقان است که می‌خواهند مؤمنان را دلتنگ و پریشان خاطر کنند، در صورتی که هیچ زیانی به آنها نمی‌رسانند جز آنکه امر خدا باشد و مؤمنان باید همیشه بر خدا توکل کنند. ای اهل ایمان، هرگاه شما را گفتند که در مجالس خود جای را بر یکدیگر فراخ دارید، امر خدا را بشنوید تا خدا بر توسعه مکان و منزلت شما بیفزاید. و هرگاه گفتند که از جای خود برای توسعه مجلس یا کار خیر دیگری برخیزید، نیز حکم خدا را اطاعت کنید که خدا مقام اهل ایمان و دانشمندان عالم را در 2 جهان رفیع می‌گرداند و خدا به هرچه از نیک و بد کنید آگاه است. ای اهل ایمان، هرگاه بخواهید که با رسول سخن سری گویید یا سؤالی کنید، پیش از این کار باید مبلغی صدقه دهید که این صدقه برای شما بهتر و پاکیزه تر است، که شما را از سؤال بیجا بر کنار و از بخل شما را پاک می‌گرداند. و اگر از فقر چیزی برای صدقه نیابید، در این صورت خدا البته آمرزنده و مهربان است و شما را می‌بخشد. آیا از اینکه پیش از راز گفتن با رسول صدقه دهید از فقر ترسیدید؟ پس حال که اداء صدقه نکردید، باز هم خدا شما را بخشید. اینک نماز به پا دارید و زکات بدهید و خدا و رسول را اطاعت کنید و خدا به هر چه کنید آگاه است. ای رسول ما، آیا آن منافق مردمی را ندیدی که با قومی که خدا بر آنها غضب کرده است دوستی کردند؟ آنها به حقیقت نه از شما مسلمین و نه از فرقه یهودند و به دروغ قسم یاد می کنند که ما اهل ایمانیم، در صورتی که خود می دانند که دروغ می گویند. خدا بر آنها عذابی سخت مهیا کرده، زیرا بسیار زشت کردارند.
آن مردم منافق سوگند و قسمهای خود را برای حفظ خود سپر قرار دادند و خلق را از راه خدا باز داشتند. بر آنها کیفر عذاب ذلت و خاری خواهد بود و هرگز مال و فرزندانشان آنان را از عذاب قهر خدا ابدا نرهاند. آنها اهل آتش دوزخند و در آن همیشه معذبند. روزی را که خدا همه آنها را برانگیزد و چنان که برای شما قسم یاد کردند برای خدا هم به دروغ سوگند می‌خورند و می‌پندارند که اثری بر آنها خواهد داشت، شما اهل ایمان بدانید که آنها بسیار مردم منافق دروغگویی هستند. شیطان بر آنها سخت احاطه کرده که فکر و ذکر خدا را به کلی از یادشان برده اند. آنان حزب شیطانند. ای اهل ایمان بدانید که حزب شیطان به حقیقت زیانکاران عالمند. آنان که با خدا و رسول عناد و مخالفت می کنند، آنها در میان خلق خار و ذلیل ترین مردمند. خدا نگاشته و حتم گردانیده که البته من و رسولانم بر دشمنان غالب شویم، که خدا بی حد قوی و مقتدر است. ای رسول، هرگز مردمی که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند چنین نخواهی یافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول کنند، و هرچند آن دشمنان پدران یا فرزندان یا برادران و خیشان آنها باشند. این مردم پایدارند که خدا بر دلهاشان نور ایمان نگاشته و به روح قدس الهی آنها را مؤید و منصور گردانیده و در قیامت به بهشتی داخل کند که نهرهای مصفا زیر درختانش جاری است و جاودان در آن متنعمند. خدا از آنها خوشنود و آنها هم از خدا خوشنودند. اینان به حقیقت از حزب خدا هستند. ای اهل ایمان بدانید که حزب خدا رستگاران عالمند. در اینجا سوره مجادله نیز به پایان رسید. می رسیم به سوره 8 که در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 24 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. هرچه در زمین و آسمان هاست همه به تسبیح و ستایش یکتا خدای عالم که مقتدر و حکیم است مشغولند. اوست خدایی که کافران اهل کتاب را برای اولین بار از دیارشان بیرون کرد و هرگز شما مسلمین گمان نمی کردید که آنها به امر رسول حق از دیار خود بیرون روند و آنها هم حصارهای محکم خود را از قهر و انتقام خدا نگهبان خود می پنداشتند تا آنکه عذاب خدا از آنجا که گمان نمی بردند بدانها فرا رسید و در دلشان ترس افکند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانهاشان را ویران کردند. ای هوشیاران عالم، از این حادثه پند و عبرت گیرید و اگر خدا بر آنها حکم جلاء وطن نمی کرد سخت‌تر از آن در دنیا به قتل و اسارت معذب می کرد و به هر حال عذاب آتش دوزخ در آخرت برای آنها خواهد بود. این جلاء وطن برای این بود که آنان با خدا و رسول سخت دشمنی و مخالفت کردند و هر که با خدا دشمنی آغازد بترسد که عقاب خدا بسیار سخت است. آنچه از درختان خرمانا که بنی نذیر بریدند و آنچه را برپا داشتند همه به امر خدا و صلاح اسلام و برای خاری و سرکوبی فاسقان نابکار بود و آنچه را که خدا از مال آنها یعنی بنی نذیر به رسم غنیمت باز داد متعلق به رسول است که شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و مالی نتاختید، لکن خدا رسولانش را بر هر که خواهد مسلط می‌گرداند و خدا بر هر چیز تواناست و آنچه که خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول و ائمه و خیشاوندان رسول است و یتیمان و همچنین فقیران و رهگذران. این حکم برای آن است که غنایم دولت توانگران را بیفزاید و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگیرید و هرچه نهی می کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است. مقام بلند یا غنایم خاص فقیران و مهاجرین است که آنها را از وطن و اموالشان به دیار غربت رانده اند، در صورتی که در طلب فضل و خوشنودی خدا آنها می کوشند و خدا و رسول را یاری می کنند. اینها به حقیقت راستگویان عالمند و
و هم جماعت انصار که پیش از هجرت مهاجرین در مکه به رسول ایمان آوردند و مدینه را خانه ایمان گردانیدند و مهاجرین را که به سوی آنها آمدند دوست می‌دارند و از غنایم بنی نذیر که به آنها داده شد در دل خود هیچ حاجتی و حسد و بخلی نسبت به آنها نمی‌یابند و هرچند به چیزی نیازمند باشند باز مهاجران را برخیش در آن چیز مقدم می‌دارند و جانشان از بخل و حسد دنیا پاک است و هر کس خود را از خوی بخل و حرص دنیا نگاه دارد آن شخص به حقیقت رستگار عالم است و آنان که پس از مهاجر و انصار آمدند یعنی تابعین و سایر مؤمنین تا روز قیامت دائم در دعا به درگاه خدا عرض می کنند پروردگارا بر ما و برادران دینی من که در ایمان بیش از ما و پیش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هیچ کینه و حسد مؤمنان را قرار مده. پروردگارا تویی که در حق بندگان بسیار رؤوف و مهربانی. ای رسول، آنان که به ظاهر مسلمان شده و با خدا نفاق ورزیدند نبینی که با برادرانشان یعنی با دشمنان اسلام و همان اهل کتاب که کافر شدند پیوسته گویند اگر شما از دیارتان اخراج شدید البته ما هم به همراهی شما خارج خواهیم شد و در راه حمایت شما از احدی ابدا اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ کردند البته شما را مدد می کنیم و خدا گواهی دهد که محققا دروغ می گویند. اگر آنها از مدینه اخراج شدند هرگز منافقان با آنها خارج نمی شوند و اگر مسلمانان به جنگشان آیند هرگز یاریشان نمی کنند و اگر هم یاریشان کنند البته به جنگ پشت کرده و دیگر نصرت نخواهند یافت. این مردم منافق بسیار در دلشان از شما بیشتر ترس دارند تا از خدا، زیرا آنها مردمی هستند که هیچ فهم و شعوری ندارند تا خداشناس و خدا ترس باشند. آنها بر جنگ با شما جمع نمی شوند مگر در قریه محکم حصار یا پس دیوار. دشمنی و کارزار بین خودشان سخت است. شما آنها را جمع و متفق می پندارید در صورتی که دلهاشان سخت متفرق است، زیرا آن قوم دارای فهم و عقل نیست. مسئله حال اینها هم مانند همان قوم کافر پیشین است که در دنیا بدین زودی به کیفر کردارشان رسیدند و در قیامت هم عذاب دردناک برایشان مهیاست. این منافقان در مثل مانند شیطانند که انسان را گفت به خدا کافر شد، پس از آنکه آدمی به اطاعت او کافر شد آنگاه بدو گوید من از تو بیزارم که من از عقاب پروردگار عالمیان سخت می ترسم. پس عاقبت شیطان و آدمی که به امر او کافر شد آن دوزخ کیفر ستمکاران عالم است. ای اهل ایمان، خدا ترس شوید و هر کس بنگرد تا چه عملی برای فردای قیامت خود انجام می دهد. از خدا بترسید که او به همه کردارتان به خوبی آگاه است و شما مؤمنان مانند آنان نباشید که به کلی خدا را فراموش کردند و خدا هم نفوس آنها را از یادشان برد. آنان به حقیقت بدکاران عالمند. هرگز اهل جهنم و اهل بهشت با هم یکسان نیستند. اهل بهشت به حقیقت سعادتمندان عالمند و ای رسول، اگر ما این قرآن بر کوه نازل می کردیم مشاهده می کردی که کوه از ترس خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می گشت و این امثال را در قرآن برای مردم بیان می کنیم باشد که اهل عقل و فکرت شوند. اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست، که دانای نهان و آشکار عالم است و بخشنده و مهربان در حق بندگان. اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست، سلطان مقتدر عالم و پاک از هر نقص و آلایش و منزه از هر عیب است. ایمنی بخش دلهای هراسان، نگهبان جهان و جهانیان، غالب و قاهر بر همه خلقان با جبروت و عظمت و بزرگوار و برتر از حد فکرت. پاک خدایی که از هرچه بر او شریک پندارند منزه است. اوست خدای آفریننده عالم و جهانیان، نگارنده صورت خلقان. او را نامهای نیکوتر بسیار است.
و آنچه در آسمان ها و زمین است همه به تسبیح و ستایش اوصاف جمال و جلالش مشغولند و اوست یکتا خدای مقتدر حکیم. در اینجا سوره حشر نیز به پایان رسید. می رسیم به سوره ممتحنه که این سوره در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 13 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان، ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته و طرح دوستی با آنها افکنید، در صورتی که آنان به کتابی که بر شما آمد یعنی قرآن حق سخت کافر شدند و رسول خدا و شما مؤمنان را به جرم ایمان به خدا از وطن خود آواره کردند، پس نباید اگر شما برای جهاد و در راه من و طلب رضا و خوشنودی من بیرون آمده اید پنهانی با آنها دوستی کنید و من به اسرار نهان و اعمال آشکار شما از هر کس داناترم و هر که از شما چنین کند سخت به راه ضلالت شتافته است. هرگاه آنها بر شما تسلط یابند باز همان دشمن دیرینه اند. هر چه بتوانند به دست و زبان بر عداوت شما میکوشند و چقدر دوست میدارند که شما باز کافر شوید. هرگز روز قیامت خیشان و فرزندان شما هیچ سودی برایتان ندارند که در آن روز میان شما به کلی جدایی می افکنند و خدا به هرچه از نیکوبت کنید آگاه است. برای شما مؤمنان بسیار پسندیده و نیکوست که به ابراهیم و اصحابش اقتدا کنید که آنها به قوم مشرک خود صریح گفتند ما از شما و بت‌های شما که به جای خدا می پرستید به کلی بیزاریم، ما مخالف و منکر شما ایم و همیشه میان ما و شما کینه و دشمنی خواهد بود تا وقتی که تنها به خدای یگانه ایمان آری. که ابراهیم به پدر یعنی عموی خود گفت اگر ایمان آری من برای تو از خدا آمرزش می طلبم و هرگاه ایمان نیاوری دیگر من بر نجات تو از قهر و غضب خدا هیچ کاری نتوانم کرد. آنگاه رو به درگاه خدا کرد که بارلاها، ما در عالم بر تو توکل کردیم و از همه رو به درگاه تو آوردیم و می دانیم که بازگشت تمام خلق به سوی توست. پروردگارا ما را مایه فتنه و امتحان کافران مگردان و از شر و مکر آنها حفظ کن و به لطف و کرم خود پروردگارا ما را بیامرز که تنها تویی که بر هر کار بسیار مقتدری و به صلاح خلق و کاملا آگاهی. البته برای شما مؤمنان هر که به خدا و ثواب عالم آخرت امیدوار است اقتدا به ابراهیم و یارانش نیکوست و هر که روی از خدا بگرداند بداند که خدا از طاعت حق کاملا بی‌نیاز و به ذات خود ستوده است. امید است که خدا دوستی میان شما و دشمنانتان برقرار گرداند و خدا بر هر کار قادر و بر خلق آمرزنده و مهربان است. خدا شما را از دوستی آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون ننمودند نهی نمی کند تا بیزاری از آنها جویید، بلکه با آنها به عدالت و انصاف رفتار کنید که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست می دارد و تنها شما را از دوستی کسانی نهی می کند که در دین با شما قتال کرده و از وطنتان بیرون کردند و بر بیرون کردن شما همدست شدند، تا آنها را دوست نگیرید و کسانی از شما که با آنان دوستی و یاری کنند ایشان به حقیقت ظالم و ستمکارند. ای کسانی که ایمان آورده اید، زنانی که به عنوان اسلام و ایمان از دیار خود هجرت کرده و به سوی شما آمدند، خدا به ایمانشان داناتر است. شما از آنها تحقیق کرده و امتحانشان کنید، اگر با ایمانشان شناختید آنها را دیگر به شوهران کافرشان بر مگردانید که هرگز این زنان مؤمن بر آن کفار و آن شوهران کافر بر این زنان حلال نیستند، ولی مهر و نفقه ای که شوهران مخارج آن زنان کردند به آنها بپردازید و باقی نیست که شما با آنان نکاح کنید در صورتی که اجر و مهرشان را بدهید و هرگز متوسل به حفاظت کافران نشوید. و شما اگر زنانتان از اسلام به کفر بازگشتند از کفار مهر و نفقه مطالبه کنید، آنها هم مهر و نفقه طلبند. این حکم خداست
میان شما بندگان و خدا به حقایق امور دانا و به مصالح خلق آگاه است. و اگر از زنان شما کسانی به سوی کافران رفتند، شما در مقام انتقام برایید و به قدر همان مهر و نفقه ای که خرج کرده اید به مردانی که زنانشان رفته اند بدهید و از خدایی که به او ایمان آورده اید بترسید و پرهیزکار شوید. ای پیغمبر، چون زنان مؤمن آیند که با تو بر ایمان بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند و سرقت و زناکاری نکنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و بر کس افترا و بهتان میان دست و پای خود نبندند و با تو در هیچ امر معروفی که به آنها کنی مخالفت نکنند، بدین شرط با آنها بیعت کن و بر آنان از خدا آمرزش طلب که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. ای اهل ایمان، هرگز قومی را که خدا بر آنان غضب کرده یار و دوستدار خود مگیرید که آنها از عالم آخرت به کلی مایوسند، چنان که کافران از اهل قبور نومیدند. در اینجا سوره ممتحنه نیز به پایان رسید. میرسیم به سوره صف که در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 24 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. هرچه در زمین و آسمان هاست همه به تسبیح و ستایش خدای مقتدر و حکیم مشغولند. ای کسانی که به زبان ایمان آورده اید، چرا چیزی به زبان می گویید که در مقام عمل خلاف آن می کنید؟ بترسید از این عمل که سخنی بگویید و خلاف آن کنید که بسیار سخت خدا را به خشم و غضب می آورد. خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران مانند سد آهنین همدست و پای دارند بسیار دوست می دارد. ای رسول ما، یادار وقتی را که موسی به قوم خود گفت برای چه مرا رنج و آزار می دهید و تهمت سحر و کذب و عیب های دیگر به من می بندید، در صورتی که بر شما معلوم است که من رسول خدا به سوی شما هستم، باز چون از حق روی گردانند خدا هم دلهای بی نورشان را از سعادت و اقبال به حق بگرداند و خدا هرگز مردم نابکار فاسق را هدایت نخواهد کرد. و باز یادار هنگامی که عیسی مریم به بنی اسرائیل گفت من همانا رسول خدا به سوی شما هستم و به حقانیت کتاب تورات که مقابل من است تصدیق می کنم و نیز شما را مژده می دهم که بعد از من رسول بزرگواری که نامش در انجیل من احمد است بیاید، چون آن رسول با آیات و معجزات به سوی خلق آمد، گفتند این معجزات و قرآن او سحری آشکار است. آیا از آن کس که به راه اسلام و سعادتش می خوانند و او از فرط شقاوت همان دم بر خدا افترا و دروغ می بندد در جهان کسی ستمکارتر هست؟ هرگز نیست و خدا هم هیچ قوم ستمکاری را هدایت نخواهد کرد. کافران می‌خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند و البته خدا نور خود را هرچند کافران خوش ندارند به رغم کفار تمام و محفوظ خواهد داشت. اوست خدایی که رسولش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به هدایت خلق و ابلاغ دین حق فرستاد تا او را هرچند کافران خوش ندارند بر همه ادیان عالم غالب گرداند. ای اهل ایمان، آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناک آخرت نجات بخشد دلالت کنم؟ آن تجارت این است که به خدا و رسول او ایمان آرید و به مال و جان در راه خدا جهاد کنید. این کار از هر تجارت اگر دانا باشید برای شما بهتر است، تا خدا گناهان شما را ببخشد و در بهشتی که زیر درختانش نهرهای آب گوارا جاری است داخل گرداند و در بهشتهای عدن جاودانی منزلهای نیکو عطا فرماید. این همان رستگاری بزرگ بندگان است. و باز تجارتی دیگر که آن را هم دوست دارید نصرت و یاری خدا و فتح نزدیک سپاه اسلام و بشارت رحمت به اهل ایمان است. ای اهل ایمان، شما هم یاران خدا باشید، چنان که عیسی مریم به حواریون گفت که مرا برای خدا یاری کنید. آنها گفتند ما یاران خداییم. باز طایفه ای از بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و طایفه ای کافر شدند. ما هم آنان که ایمان آوردند مؤید و منصور گردانیدیم تا بر دشمنان ظفر یافتند.
میرسیم به سوره جمعه که در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 11 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. هرچه در زمین و آسمان هاست همه به تسبیح و ستایش خدا که پادشاهی منزه و پاک و مقتدر و داناست مشغولند. اوست خدایی که میان عرب عامی پیغمبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا تلاوت کند و آنها را از لوس جهل و اخلاق زشت پاک سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد، با آنکه پیش از این همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند. و نیز قوم دیگری را چون به عرب ملحق شوند هدایت فرماید که او خدای مقتدر و همه کارش به حکمت و مصلحت است. این رسالت و نزول قرآن فضل و کرامت خداست که آن لطف را در حق هر کی که بخواهد می کند و خدا را بر خلق فضل و رحمت نامنتهاست. وصف حال آنان که تحمل علم تورات کرده و خلاف آن عمل نمودند در مثل به حماری ماند که بار کتابها بر پشت کشد و از آن هیچ نفهمد و بهره نبرد. آری قومی که مثل حالشان این است که آیات خدا را تکذیب کردند بسیار مردم بدی هستند و خدا هرگز ستمکاران را رهبری نخواهد کرد. ای رسول ما، جهودان را بگو ای جماعت یهود، اگر پندارید که شما به حقیقت دوستداران خدایید نه مردم دیگر، پس تمنای مرگ کنید اگر راست میگویید. و حالان که در اثر آن کردار بدی که به دست خود برای آخرت خیش پیش فرستادند ابدا آرزوی مرگ نمی کنند، بلکه از آن ترسان و حراسانند و خدا از کردار ستمکاران آگاه است. ای رسول ما، بگو عاقبت مرگی که از آن می گریزید شما را البته ملاقات خواهد کرد و پس از مرگ به سوی خدایی که دانای پیدا و پنهان است باز می گردید و او شما را به آنچه از نیک و بد کرده اید آگاه می سازد. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه شما را برای نماز روز جمعه بخوانند فلحال به ذکر خدا بشتابید و کسب و تجارت رها کنید که این نماز اگر بدانید برای شما بهتر خواهد بود. پس آنگاه که نماز پایان یافت باز در پی کسب و کار خود روی زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا روزی طلبید و یاد خدا بسیار کنید تا مگر رستگار و سعادتمند گردید. و این مردم چون تجارتی یا لهو و لعب و بازیچه‌ای ببینند بدان بشتابند و تو را در نماز تنها گذارند. ای رسول، بگو به خلق که آنچه نزد خداست بسیار برای شما از لهو و لعب و تجارت‌های دنیا بهتر است و خدا بهترین روزی دهنده خلایق است. میرسیم به سوره منافقون که در مدینه نازل شده و این سوره شامل 11 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول ما، چون منافقان نزد تو آمده و گفتند که ما به یقین و حقیقت گواهی می دهیم که تو رسول خدایی، فریب مخور. خدا می داند که تو رسول اویی و خدا هم گواهی می دهد که منافقان سخن دروغ می گویند. قسمهای دروغ خود را سپر جان خیش قرار دادند تا بدین وسیله راه خدا را به روی خلق ببندند که آنچه می کنند بسیار بد می کنند. برای آن که آنها به زبان ایمان آوردند و سپس به دل کافر شدند، خدا هم مهر بر دلهایشان نهاد تا هیچ درک نکنند. ای رسول، تو چون از برون کالبد جسمانی آن منافقان را مشاهده کنی، تو را به شگفت دارند و اگر سخن گویند بس خوشگفتار و چرب زبانند. به سخنهایشان گوش فرا خواهی داد ولی از درون گویی که چوبی خشک بر دیوارند. هر صدایی بشنوند بر زیان خیش پندارند. ای رسول، بدان که دشمنان دین و ایمان به حقیقت اینان هستند، از ایشان برحذر باش. خدایشان بکشد که چقدر از حق باز می‌گردند و هرگاه به آنها گویند بیایید تا رسول خدا برای شما از حق آمرزش طلبد، سرپیچند و بنگری که با تکبر و نخوت روی می‌گردانند. ای رسول، تو از خدا برای آنان آمرزش بخواهی یا نخواهی به حالشان یکسان است. خدا هرگز آنها را نمی بخشد که همان قوم نابکار فاسق را خدا هیچ وقت به راه سعادت هدایت نخواهد کرد. اینها همان مردم بدخواهند که می گویند بر اصحاب رسول انفاق مال مکنید
تا از گردش پراکنده شوم، در صورتی که خدا را گنج های زمین و آسمان هاست، لکن منافقان درک آن نمی کنند. آنها پنهانی می گویند اگر به مدینه مراجعت کردیم البته باید اربابان عزت و ثروت مسلمانان ذلیل را از شهر بیرون کنند، و حالان که عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان است، لکن منافقان از این معنی آگه نیستند. الهی اهل ایمان، مبادا هرگز مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل سازد، و کسانی که به امور دنیا از یاد خدا غافل شوند آنها به حقیقت زیانکاران عالمند. و از آنچه روزی شما کردیم در راه خدا انفاق کنید پیش از آن که مرگ بر یکی از شما فرا رسد. در آن حال به حسرت گویید پروردگارا عجل مرا اندکی تأخیر انداز تا صدقه و احسان بسیار کنم و از نکوکاران شوم، و خدا هرگز عجل هیچ کس را از وقتش که فرا رسد مؤخر نیفکند، و خدا به هر چه کنید آگاه است. می رسیم به سوره تغابن که در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 18 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. هرچه در زمین و آسمان هاست همه به تسبیح و ستایش خدا مشغولند که ملک هستی و ستایش عالم برای اوست، که او بر ایجاد هر چیز تواناست. اوست خدایی که شما آدمیان را آفرید تا آفریننده را شناخته و کافر نشوید. باز شما بندگان فرقه ای کافر و بعضی مؤمن خداشناس هستید، و خدا به هر چه کنید کاملا آگاه است. خدا زمین و آسمان ها را به حق آفرید و شما آدمیان را به زیباترین صورت برنگاشت و بازگشت همه خلایق به سوی اوست. او آنچرا که در آسمان ها و زمین است و آنچرا که شما پنهان و آشکار کنید همه را می داند، و خدا به اسرار دلهای خلق آگاه است. آیا حکایت پیشینیان که به خدا کافر شدند به شما نرسید که هم در دنیا به کیفر کیدارشان رسیدند و هم در آخرت عذاب دردناک برای آنان مهیا شد؟ این عذاب برای آن بود که رسولان آنها با ادله و معجزات برای آنها آمدند و آنها گفتند آیا بشری مانند ما رهبری ما تواند کرد، و به انبیا کافر شده و روی از آنها گردانیدند، و خدا از کفر و ایمان خلق بی نیاز است که او غنی به لذات و ستوده به جمیع صفات است. کافران گمان کردند که هرگز پس از مرگ برانگیخته نمی شوند. ای رسول ما به آنها بگو به خدای من سوگند که البته برانگیخته می شوید، و سپس به نتیجه اعمال خود آگاه می گردید، و این برای خدا بسیار آسان است. پس به خدا ایمان آرید و به رسول او و نوری که در آیات قرآن فرستاده ایم بگروید، و بترسید که خدا به هر چه کنید آگاه است. یاد آرید روزی را که خدا همه شما را به عرصه محشر برای حساب جمع می گرداند، و آن روز روز پشیمانی بدکاران است، و هر که به خدا ایمان آرد و نیکوکار شود خدا گناهش بپوشد و در باغهای بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است داخل گرداند، که در آن بهشت جاودان متنعم باشند، و این به حقیقت رستگاری بزرگ خواهد بود. و آنان که کافر شده و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل آتش دوزخ و در آن جاودان مخلدند. هیچ رنج و مصیبتی نرسد مگر به فرمان خدا، و هر که به خدا ایمان آرد خدا دلش را هدایت کند، و خدا بر همه امور عالم آگاه است، و همیشه فرمان خدا و اوامر رسول حق را اطاعت کنید، که اگر روی از او بگردانید به رسول ما جز تبلیغ رسالت با بیان روشن تکلیفی نخواهد بود. خدای یکتاست که جز او خدایی نیست، و تنها بر خدا در جمیع امور اهل ایمان توکل کنند. ای اهل ایمان، بدانید که زنان و فرزندان شما هم برخی دشمن شما هستند. از آنان حذر کنید و دل از محبتشان برکنید، و اگر از عقاب آنها پس از توبه آنان را عفو و آمرزش و چشم پوشی کنید، خدا هم در حق شما بسیار آمرزنده و مهربان است. به حقیقت اموال و فرزندان شما اسباب فتنه و امتحان شما هستند. به آنها دل نبندید، و بدانید که نزد خدا اجر عظیم خواهد بود. پس تا بتوانید خدا ترس و پرهیزکار باشید و سخن حق بشنوید و اطاعت کنید، و از مال خود برای ذخیره آخرت خیش به فقیران انفاق کنید، و کسانی که از خوی لعامت و بخل محفوظ مانند آنان رستگاران عالمند. و اگر به بندگان محتاج خدا قرض نیکو
یا صدقه دهید، خدا برای شما چندین برابر گرداند و از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر و احسان خلق نیکو پاداش دهنده و بر گناهشان بردبار است. او دانای عوالم غیب و شهود و سلطان مقتدر ملک وجود و آگاه به صلاح نظام آفرینش است. در اینجا می رسیم به سوره طلاق که در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 12 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای پیغمبر گرامی، امت را بگو هرگاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنها را طلاق دهید و زمان عده را بشمارید و از خدا که آفریننده شماست بترسید و آن زنان را تا در عده اند از خانه بیرون مکنید مگر آنکه کار زشتی آشکارا مرتکب شوند. این احکام حدود شرع خداست و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خیشتن ستم کرده است. تو ندانی شاید خدا پس از طلاق کاری از نو پدید دارد. آنگاه که مدت عده را به پایان رساندند، باز با نیکویی نگاهشان دارید و به خوشرفتاری رهاشان کنید و نیز بر طلاق آنها دو مرد مسلمان عادل گواه گیرید و برای خدا اقامه گواهی کنید. بدین وعظ الهی آن کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورد متعز و بهرمند خواهد شد و هر کس خدا ترس شود، خدا راه بیرون شدن از گناهان و بلاها و حوادث سخت عالم را بر او می گشاید و از جایی که گمان نبرد به او روزی عطا کند و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد، که خدا امرش بر همه عالم نافذ بر روان است و بر هر چیز قدر و اندازه ای مقرر داشته است. و از زنان شما آنان که از حیض و فرزند به ظاهر نومیدند، اگر باز شک در تحقق سن یائسگیشان دارید، عده طلاق آنان 3 ماه است و نیز زنانی که حیض ندیده لکن در سن حیض باشند آنها هم 3 ماه عده نگاه دارند و زنان حامله مدت عدهشان تا وقت زاییدن است و هر که متقی و خدا ترس باشد خدا مشکلات او را در دو عالم آسان می گرداند. این احکام فرمان خداست که برای شما نازل کرد و هر که از خدا بترسد خدا گناهانش را می پوشاند و او را پاداش بزرگ بهشت ابد عطا کند. زمانی که طلاق رجعی دهید تا در عده اند باز آنها را در همان منزل خیش که میسر شماست بنشانید و به ایشان در نفقه و سکنا آزار و زیان نرسانید تا در مضیقه و رنج درافتند که به ناچار از حق خود بگذرند. و به زنان مطلقه اگر حامله باشند تا وقت وضع هم نفقه دهید، آنگاه اگر فرزند شما را شیر دهند اجرتشان با قرارداد متعارف بین خود بپردازید. و اگر با هم سخت گیری کنند مادر صرف نظر کند تا دیگری را برای شیر دادن طلبید، تا مرد دارا به وسعت و فراوانی نفقه زن شیر ده دهد و آنکه نادار و تنگ معیشت است هم آنچه خدا به او داده انفاق کند، که خدا هیچ کس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خدا به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد. و چه بسیار مردم دیاری را که از امر خدا و رسولانش سر پیچیدند و کافر شدند، ما هم آنان را به حساب سخت مؤاخذه کردیم و به عذاب بسیار شدید معذب ساختیم تا به کیفر کردار خود رسیدند و عاقبت کارشان زیانکاری و حسرت گردید و خدا بر آنان عذاب سخت جهنم مهیا ساخت. پس شما ای خردمندانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و راه طاعت پیش گیرید، که خدا برای هدایت شما قرآن را نازل کرد و رسول بزرگواری را که برای شما آیات روشن بیان خدا را تلاوت کند فرستاد، تا آنکه به خدا ایمان آورده و نیکوکار شود از ظلمت جهل به سوی معرفت و ایمان بازگردد. هر کس به خدا ایمان آرد و نیکوکار شود در باغ‌های بهشتی درآید که نهرها زیر درختانش جاری است و همیشه در آن بهشت ابد متنعم است که خدا در آنجا رزق بسیار نیکو برای او مهیا ساخته است. و
خدا آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و مانند آن آسمان ها از هفت طبقه زمین را خلق فرمود و امر نافذ خود را در بین هفت آسمان و زمین نازل کند، تا بدانید که خدا بر هر چیز توانا و به احاطه علمی بر همه امور آگاه است. می رسیم به سوره تحریم که این سوره در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 12 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای پیغمبر گرامی، برای چه آن را که خدا بر تو حلال فرمود تو بر خود حرام کردی تا زنانت را از خود خوشنود سازی، در صورتی که خدا آمرزنده و مهربان است؟ بر هیچ کس به خصوص بر تو رسول گرامیش سخت نخواهد گرفت. خدا حکم کرد برای شما که سوگندهای خود را به کفاره بگشایید و مولای شما بندگان است و هم او به هر چیز عالم دانا و به حکمت امور خلق آگاه است. وقتی پیغمبر با بعضی زنان خود به راز سخن گفت، آن زن چون خیانت کرد و دیگری را بر سر پیغمبر آگه ساخت، خدا به رسولش خبر داد و او بر آن زن برخی را اظهار کرد و به رویش آورد و برخی را از کرم پرده‌داری نمود و اظهار نکرد. آن زن گفت: رسولان را که واقف ساخت؟ رسول گفت: مرا خدا دانای آگاه خبر داد. اینک اگر هر دو زن به درگاه خدا توبه کنید، رواست که البته دلهای شما خلاف رضای پیغمبر میل کرده است و اگر با هم بر آزار او اتفاق کنید، باز هرگز بر او غلبه نکنید که خدا یار و نگهبان اوست. و جبرئیل امین و مردان صالح با ایمان و فرشتگان حق یار و مددکار اویند. امید هست که اگر پیغمبر شما را طلاق داد، خدا زنانی بهتر از شما به جایتان با او همسر کند که همه با مقام تسلیم و ایمان و خضوع و اطاعت و عبادت رهسپار طریق معرفت باشند، چه بکر چه غیر بکر. ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، در اطاعت حق بکوشید و خدا را با خانواده خیش از آتش دوزخ نگاه دارید، چنان آتشی که مردم دلسخت کافر و سنگ خارا آتش افروز اوست و بر آن دوزخ فرشتگانی بسیار دلسخت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را نخواهند کرد و آنچه به آنها حکم شود انجام دهند. ای کافران، امروز عذرخواهی مکنید که پذیرفته نیست، تنها آنچه در دنیا کرده اید به آن مجازات می شود. ای مؤمنان، به درگاه خدا توبه با خلوص و دوام کنید، باشد که خدا گناهتان مستور و محو گرداند و شما را در باغهای بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است داخل کند، در آن روزی که خدا پیغمبر خود و گرویدگان به او را ذلیل نسازد بلکه عزیز و سرفراز ابد گرداند. در آن روز نور ایمان و عبادت آنها در پیش رو و سمت راست ایشان می رود و راه بهشتیان می نماید و در آن حال به شوق و نشاط گویند: پروردگارا، تو نور ما را به حد کمال رسان و ما را به لطف و کرم خود ببخش که تنها تو بر هر چیز توانایی. ای رسول گرامی، اینک با کفار و منافقان به جهاد کارزار پرداز و بر آنها تا ایمان نیاورده اند سخت گیر و بدان که مأوای آنها دوزخ است که بسیار بد منزلگاهی است. خدا برای کافران زن نوح و زن لوط را مثال آورد که تحت فرمان دو بنده صالح ما بودند و به آنها نفاق و خیانت کردند و آن دو شخص با وجود مقام نبوت نتوانستند آنها را از قهر خدا برهانند و حکم شد آن دو زن را با دوزخیان به آتش درافکنید. و باز خدا برای مؤمنان آسیه زن فرعون را مثل آورد، هنگامی که از شوهرش بیزاری جست، عرض کرد: بارالها، من از قصر فرعون و عز دنیوی گذشتم و تو خانه ای برای من در بهشت بنا کن و مرا از شر فرعون کافر و کردارش و از قوم ستمکارش نجات بخش. و یادار حال مریم دخت عمران را که رحمش را پاکیزه داشتیم، آنگاه در آن روح قدسی خیش بدمیدیم که آن مریم کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را با کمال ایمان تصدیق کرد و از بندگان مطیع خدا به شمار بود. می رسیم به سوره مرک که در مکه معظمه نازل شده و این سوره مشتمل بر 30 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان. بزرگوار خدایی که سلطنت ملک هستی به دست قدرت اوست و در همه عالم بر همه چیز وی را توانایی است.
خدایی که مرگ و زندگی را آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکارتر است و او مقتدر و آمرزنده است. آن خدایی که هفت آسمان بلند را به طبقاتی منظم بیافرید و هیچ در نظم خلقت خدای رحمان بی نظمی و نقصان نخواهی یافت. بارها به دیده عقل در نظام مستحکم آفرینش بنگر تا هیچ سستی و خلل در آن توانی یافت. دنباله سوره ملک را در نوار 24 به آگاهی شما خواهیم رساند. به امید پروردگار بزرگ.